هفته از افراد خیلی قوی و قدرتمند که ددپول تونسته اونا رو به راحتی آب خوردن شکست بده. کسایی مثل کل اونجرز، سور، تانوس. پس لیتس گو. خب توی این لیست هفت نفره که من براتون آوردم، بیشترش از کامیک ددپول کیلز د مارول یونیورس یا همون ددپول جهان مارول رو میکشه هستش، که فکر کنم دو یا سه پارت کلن بوده که ما کلشو براتون ساختیم ویدیوشو قبلا، و الان قراره که بزرگترین مرگای اون کامیک رو برای شما تعریف کنیم. یه سریاش هم خارج از اون کامیکه، پس تا آخر ویدیو امره ما باشید. شماره یک این لیست ددپول علیه هالک که هالک رو میکشه و به راحتی هرچی سامتر هالک قول بیش خودم رو از جلوی راهش کنار میزنه. با بهتون بگم که ددپول توی سری کامیک ددپول جهان مارول رو میکشه، بعد اینکه از ایکس من رو میکشه میره سراغ هالک. اون سری خوش رو با هالک روبرو میکنه، ولی با بهتون بگم با اینکه میدونه قراره که از هالک شکست بدی بخوره، تمومش برنامه ریز شده است. وقتی که جلو هالک میره و هالک متوجه این هستش که اون رفیقای خودشو کشته، خیلی عصبی میگه که وید میکشمه، تو رفیقای منو کشتی، پس سزای کارتو مرگه. با اون روبرو میشه، ولی خب خیلی راحت کله وید ویلسون یا همون ددپول خودمون رو از جا در میاره و فکر میکنه که ددپول رو کشته و اون رو از صد راهش کنار زده. ولی خب تمام اینا برنامه ریزی شده بوده و هالک بدون اینکه اطلاع داشته باشه که ددپول مرده، میره داخل غاری و تبدیل به بروس بنر میشه و فکر میکنه که کار ددپول رو یک سره کرده. ولی خب وقتی که تبدیل به بروس بنر شده، ددپول میره بالا سر اون و با یک شمشیر کله اون رو از جا در میاره و کار هالک به راحتی پایان میابه. بریم سراغ نفر دوم لیستمون. نفر دوم که چه عرض کنم، نفرات دوم لیستمون گروه انتقام جویان که دوبار تو این سری کامیکای ددپول کیلز د مارول یونیورس کشته میشن. اولیش اینجوری بودش که ددپول به وسیله یه قضیهی همه اعضای اونجرز رو یک جا جمع میکنه و باید بهتون بگم که اون بمبای خیلی ریزی و به واسطه یه هنگ بیم اونم به زور میگیره و توی قهوه لوک کیج میریزه. وقتی که همه از اونجرز کنار هم دیگه هستن و جمع شدن، اون بمبار ددپول از راه دور میترکونه و نصف زیاد از اونجرز میمیرن. حالا اینجا یه ادامه هم داره که خودش میشه یه نفر جداگونه باشه، ولی من جزء از اونجرز براتون توضیح میدم. وقتی که این اتفاق میفته، سور خب مشخصا قصر در میره و زنده ایمونو با یه بمب ساده نمیمیره، ولی وقتی که میره سراغ ددپول خیلی عصبی پد که خوشو میچرخه و میگه که تو رفیقای من کشتی، پس من تو رو میکشم یا اشغال عوضی. ولی خب ددپول به تکنولوژی هنگ پیم دست پیدا کرده و پوت که اون رو میولنیر رو به شدت خیلی زیاد بزرگ میکنه و میولنیر وقتی که بزرگ میشه میفته روی خود تور و خب تور از پس پوت که خودش بر نمیاد، یعنی شاید از یه مش بمب قصر در بره، ولی پوتکش نقطه ضعف اونه و سور میمیره و تور لپای اون رو میکشه. این شد از مرگ اونجرز به همراه تور که ددپول اون رو به راحتی هرچه تمامتر میکشه. شماره سه لیستمون که ددپول اون رو میکشه عضو نیست بلکه اعضا هست. بعد از گروه اونجرز میریم سراغ گروه ایکس من یا همون مردان ایکس، که باید بهتون میگم کل مردان ایکس رو بازی میده و تمام اونا رو یه جای جمع میکنه و سر سایکلوپس رو میترکونه. سر سایکلوپس پر از اشعه و لیزره و به خاطر همین موضوع کلی از ایکس من مثل اما فراست که خیلی قدرتمنده به راحتی میمیره و کار ددپول خیلی راحت میشه. بعدش میره پروفسور ایکس رو زندانی میکنه و با اون صحبت میکنه و جلوی چش اون کل از ایکس من رو داره میکشه و پروفسور ایکس فقط ناظر و مشاهدگر این ماجرا هستش. ددپول با کلی نقشه و کلی بازی تمام از ایکس من رو میکشه و میره سراغ کسی به نام وولورین. پروفسور ایکس بهش میگه که اون کسی هستش که تو رو میکشه و من رو از این مخمصه در میاره. ولی خب ددپول میزنه زیر خنده و میگه اون مطمئنی وولورین میخواد منو بکشه؟ اون خودش هم اینجوری الان توی دام بزرگه. با بهتون بگم قبل وولورین میره سراغ دو نفری که قدرتشون دقیقا شبیه وولورینه، پسر سیبر توف برادر وولورین و فرزند خود وولورین یعنی X23، و اونا رو به یه دستگاه متصل میکنه و اون دستگاه قبل از اینکه این افراد ترمیم پیدا کنن و دوباره جون خودشونو بازیابی کنن اونا رو میکشه و این میشه نقطه ضعفی که به راحتی کسایی که میتونن خودشونو ترمیم کنن مثل وولورین رو میتونه شکست بده. این دستگاهی هستش که ددپول اونو تونسته پیدا کنه و اجرای خیلی به سود ددپول قراره باشه.
اون پروفسور ایکس رو تنها توی اون اتاق میذاره تا از تنهایی ببوسه و بمیره. میره سراغ وولورین و با وولورین نبردی رو شروع میکنه. وقتی که نبرد رو شروع میکنه، شمشیر رو میکنه داخل قلب وولورین. ولی خب میدونه که قلب وولورین ترمیم میشه و نمیمیره. پس قبل اینکه اون ریکاوری بشه و خودش رو ترمیم کنه، جنازه اون رو میبره داخل اون دستگاه و وولورین قبل اینکه ترمیم بشه تا ابد و یک روز میمیره و حتی نمیتونه ثانیه‌ای به انتقام فکر کنه. این از مرگ وولورین و تموم گروه ایکس‌من که به طرز خیلی فجیح و برنامه ریزی شده ای راحت میمیرن. میریم سراغ نفر سوم، باز هم گروه مهمیه، گروه فانتاستیک فور. باید بهتون بگم که ددپول توی سری کامیکای ددپول جان مارول رو میکشه. برای گرفتن و دزدیدن یه دستگاهی به خونه فانتاستیک فور حمله میکنه و به راحتی و سرعت جانی استورم و رید ریچاردز رو با یه غافلگیری ساده میکشه. سوزان استورم یعنی همسر رید ریچاردز که خیلی عصبانی میشه و میبینه که همسرش و برادرش اینجوری توسط ددپول کشته شدن، با انرژی خودش کله وید ویلسون رو میتره کنه. ولی خب کله وید ویلسون سری ریکاوری میشه و دوباره کلش در میاد و روز از رون روزی از نو. ولی خب بعد این اتفاق اون سوزان استورم رو غافلگیر میکنه و شمشیر رو از پشت میکنه توی قلب سوزان استورم و گروه فانتاستیک فور به راحتی هرچه تمامتر کنار میره. فرد بعدی لیست کسی نیست جز تانوس. با بهتون بگم که ددپول و تانوس از قدیم الایام، اوه چه کلمه رو به کار بردم، از قدیم با هم دیگه جنگ داشتن و یه نبرد خیلی معروفی رو داشتن که ددپول سه بار تانوس رو میکشه. یکی از اونا که کامیکش هم براتون دادیم زمانی رخ میده که ددپول و تانوس سر معشوقه خودشون، سر ملکه مارویل یعنی مرگ، دارن دست و پا میزنن و با هم دیگه میجنگن و ددپول خیلی ناامیدانه بعد اینکه داره از تانوس شکست میخوره میره داخل بدن مرگ. ولی خب داخل بدن مرگ نهادی کیهانی به نام کاپیتان یونیورس یا محافظ کیهان وجود داره که ددپول تموم قدرت اون رو میگیره و وقتی که از بدن مرگ میاد بیرون خیلی قدرتش بیشتر شده، حتی بیشتر از تانوس، و اشعه‌های کیهانی خیلی عجیب و غریبی رو به تانوس میزنه و تانوس میفهمه که داره شکست میخوره و واقعا از ددپول ترسیده و در نهایت با یه مشت کیهانی وسط سینه تانوس اون رو شکست میده و به راحتی تانوس رو قلقم میکنه. این یکی از سه باری بودش که تانوس توسط ددپول شکست میخوره. پس باید بهتون بگم که تانوس اصلا در حد ددپول نیست. فرد بعدی اسپایدرمنه که بارها و بارها مرده. دو دفعش رو بخوام توضیح بدم اینجوری بوده که در دفعه اول ددپول تمام اعضای مارول رو میکشه و اسپایدرمن متوجه میشه و میره بالا سر ددپول. اول میاد دوستانه حلش میکنه و میگه که ددپول تو اینجوری نیستی، تو اصلا کسی رو نمیکشی و اصلا رفیقای خودتو نمیکشی، چرا داری این کارو میکنی، به خودت بیا. ولی خب ددپول اصلا این حرفا حالش نیست و با یه تفنگ زیر گلوی پیتر پارکر ماشه رو میکشه و تیر داخل گلو و سر پیتر پارکر فرود میاد. دفعه دوم به طرز وحشیانه‌ای پیتر پارکر رو در قالب یک کیک میانوده‌ای میخوره و سر مایلز مورالز رو بعد مرگ پیتر پارکر از سر اون جدا میکنه و به بقیه اعضای اونجرز مثل جسیکا درو و بقیه حمله میکنه و اونا رو میکشه. واقعا کشتن اسپایدرمن برای ددپول کاری نداره، ولی خب این دوتا خیلی با هم دیگه رفیقن و اینکه ددپول اون رو بکشه یه جوری ناراحت کننده و غافلگیرانه است. ولی خب این اتفاق داخل کامیکا افتاده. و نفر آخر که خیلی جالبه مرگ گوسترایدر ها هستش که شما فکر نمی کردید تا الان گوسترایدر رو شکست بده و کشته باشه. ولی خب طی قراردادی که با مفیستو پادشاه جهنم مارول میبنده و طی کش و قوسایی که اتفاق میفته بالاخره میخواد به مفیستو حمله کنه و در نهایت داخل اون راه چندین گوسترایدر رو میکشه و قلقم میکنه. این از گوسترایدری که خیلی دوستش دارید ولی به راحتی ددپول کشتش و برای اون حتی روح سوار یا پادشاه جهنم کاری نداره و برای رسیدن به هدفش اونا رو قلقم میکنه. یه نفر دیگه هم خیلی دوست داشتم بهتون بگم که جالب بود مرگش، واچر بودش که داخل همون سری کامیکا که همه رو به کشتار دست جمعی وادار میکنه ددپول بود چهار براش باز میشه و با یه بمب کیهانی مغناطیسی واچر رو غیر فعال میکنه و کله اون رو با شمشیر خودش به دو قسمت تقسیم میکنه. امیدوارم که از این لیست خوشتون اومده باشه و معنی این که ددپول چقدر میتونه قدرتمند باشه و چقدر میتونه افراد قدرتمندیو به راحتی شکست بده رو رسونده باشن. اگه فرد دیگه یو میشناسید که ددپول رو کشته و من داخل ویدیو نگفتمش حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید. امین دیگه تا ویدیو دیگه، بدرود.